شب دوباره با آرایش خوابیدم این احمقا و صورتم خیلی چربه و هم میخوام یکم بعد اینکه صورتم شستم تونر بزنم. همین این پیرستنگاهی که جدید زدم خیلی دردشون و مراقبت بعدشون راحت تر از این حلقه یا بود. اگه احیانا خواستین گوشتون رو پیرسینگ بزنید اول اینجوری بزنید، یعنی اگه خواستین حلقه بزنید اول اینجوری بزنید، دو سه ماه بمونه بعد حلقه بذارید، چون اصلا خیلی راحت هم. من اینو تا سه ماه دو ماه بعدش واقعا نمیتونستم نه روش بخوابم نه دست بزنم بهش، انقدر درد داشت. تازه هر روز هم با سرم میشستم پماد میزدم، ولی اینا رو یه هفته هم نیست زدم، راحت روشون میخوابم، اصلا دردی اونقدر نداره. اینطوری بزنید گوشتون که ترمیم شد بعد حلقه ای بزنید. آقا بهترین روش برای شستن این پارچ رو مخلوط کنه که یکم آب بریزیم. داشتم میگفتم با یکم مایه دستی و بعد روشنش کنه. که کیکو ریختم توش این قالب کمربندی ها بود که چفت میشه پایینش و دورش به هم و اصلا حواسم نبود این خوب چفت نشده بود و مایه که وقتی گوشنش توفه مایه کیک از کنارش همینطور میریخت پایین و ریخت تمام کف فرو گند زده توش. وای بپوشم. شمیز مشکیه که اتو کردم، شلوار پاره مورد علاقه بابا و اینا. سلام، چطورین؟ به این ویدیو خوش اومدین. من فاطمه. خب امروز جمعه است، آخرین جمعه سال 1401. خوشبختانه این سال مزخرف قرار تموم شد تا سه روز دیگه و بیکار بودم امروز. حسن سر رفته بود، به دوستم گفتم بیا بریم با هم جنبازار پارکینگ پروانه. ساعت تقریبا 12:30 الان. میخواستم زودتر پاشم برم ولی دلم میخواست از رخت خواب بلنشم. دیشب تا نصف شب بیدار بودم، داشتم سریال لست آواز رو میدیدم و
خیلی قشنگ بود. وای بخش خیلی قشنگ بود. خیلی اگه ندیدین حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش، خیلی سریال قشنگی بود. داشتم گفتم دیشب تا نصف شب بیدار بودم، داشتم اونو تمام میکردم، یعنی دیده بودمش تا نصفه، ولی انقدر امتحان داشتم این مدت، سرم شلوغ بود، هر روز بیمارستان بودم، خسته شب میرسیدم خونه، اصلا وقت نمیشد دیگه. دیشب گفتم تمامش کنم. من آخرین باری که رفتم این جمعه بازار وقتی بود که خود پارکینگ پروانه بود توی چیز لاله‌زار جمهوری بود. و از وقتی که اومده باغ کتاب رفت توی عباس آباد اومده، من نرفتم. حالا الان میخوام برم ببینم چه جوریه. حالا یه حال و هوای عید و اینا هم داره، ببینم چه جوری هست. اگر نرفتیم تا حالا نمیدونین چه جوریه، خیلی جای جالبیه. مثلا کلی پر عتیق فروشه، چیزای عجیب غریب میفروشن، کلا چیزای دستساز و عجیب غریب، نقاشی مثلا، کلا چیزای این شکلی داره. مثلا اون جمعه بازاری که فکر کنید مثلا تو شهر هست که مثلا لباس بفروشن، نمیدونم مواد خوراکی بفروشن، اونطوری نیست، یه حالت عجیب غریبه، کلا چیزای عادی نداره. حالا حتما هر وقتم که رفتم، یه 3-4 بار تالا رفتم، هیچی نتونستم، هیچی نخریدم، حتی فقط رفتم ببینم چون دیدنش خیلی حال میده. حالا امروز ببینم چجوریه. با من همراه باشید فعلا. چه حماقتی بود کردم و عینک نیوردم، یعنی یادم رفت. خیلی دور، یعنی خارج اون محوطه حتی باغ کتاب پارک کردیم ماشینو، یاد اومد. هوا امروز خیلی خوبه. گشتن بود، ولی خوراکی فروشه توشم خیلی شلوغ بود، یعنی اصلا جا نداشت. گفتیم الان بیاییم این با غذا یه چیزی بخوریم و اونقدرم حال نکردم، یعنی اونقدر چیز نبود، با حال نبود. فکر کنم که بگم خونه. گفتیم بریم تا وقت داریم اتونی بخریم. در میان پاساژ کویتی ها تو چهار استانبول خیلی اینجا شلوغه. وای واقعا وحشتناک شلوغه. اصلا نه حواسم نبود که دم عید همه میان اینجا خرید و خیلی شلوغه. اصلا دیوونه خونه است.
about it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away above you all in the silence? It's conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe that what's inside us will release us now. Oh, no, the world just have to trust now. Then maybe we'll find out. But coming to the place in the darkness where we see that the elders have lost time and the lessons have learned for long times have all but abandoned us. خب آقا من برگشتم خونه و لباسم عوض کردم و یه شام خوردم. شام نخورده بودم بیرون و آمدم تو تختم. من تو که میبینید امروز من نتونستم اصلا از جمعه بازار ولاگ این ویدیو درست حسابی بگیرم. چرا؟ چون که اونجا که بودیم جلوی چشممون گوشی یه خانمه رو زدن و خانمه خیلی حالش بد شد، شروع کرد گریه کردن و خوش رو زدن و اینا. بعد دیگه یه خانمه هم کنار شد گفت آره از صبح که من اینجام که هم فروشنده ها گفت یه گوشی دیگر هم همینجا زدن. بعد به اون پلیس خانم صدا کرد پلیس رو بیاد. پلیس اینطور بود که خب به من چه چیکار کنم و خیلی ترسیدم دیگه، اصلا گوشیمو در نیاوردم و اصلا کلا هم خیلی بهم استرس وارد شد، ترسیدم کلا اومدیم بیرون، اصلا ندیدم کلیشو، یعنی اصلا دیگه خیلی قسمتشو ندیدم، قسمت مثلا تابلوهاشو نقاشیاشو اینا رو. برای همین دیگه اونقدر درست حسابی نشد ویدیوش، ببخشید. بعدش هم دیگه رفتم دوستامو دیدم و شامم بیرون نخوردم، چون واقعا یه مدت خیلی دارم همش فل خرجی میکنم بیرون و زیاد پول برام نمونده. من شونم بیام خونه بخورم شام. قبل خواب میخوام این کرم دور چشم بی مصرف رو بزنم که هیچ کاری نمیکنه و چون پولش رو دادم بزنم. نمیدونم واقعا این هیچ کاری نمیکنه یا من نمیفهمم کاری که میکنه رو یا پوست من آشغاله. خلاصه که هر کدوم از اینا اگه هست هیچ فایده ای نداره. من این یه دستم یه دستم گرفتم به گوشی که نیفته، بر همین مجبورم تو این حالت براتون دورتش. البته هی میگم این هیچ فایده ای نداره، این وقتی میزنم یکم میسوزونه دورچشم، یعنی احتمال سیرکولیشن رو میبره بالا. حالا احتمالی اثر رو میذاره دیگه، از چشم ما پنهانه دیگه. همین، من برم بخوابم که فردا بعد این ویدیو رو ادیت کنم. مرسی که ویدیو رو دیدین تا اینجا، دمتون گرم اگر تا اینجا دیدین. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره، چنلم هم دوست داشتین سابسکرایب کنید. همین دیگه، تا ویدیو بعدی، خدافظ.